پژوهش‌های 10 ماهه دولت آمریکا که به درخواست قانونگذاران این کشور انجام شد نشان می‌دهد که هیچ گونه نارسایی در سیستم الکترونیکی اتومبیل‌های تویوتا در رابطه با افزایش سرعت‌های ناخواسته وجود نداشته است. گزارش مشترک روز گذشته وزارت حمل و نقل و گروهی از مهندسان ناسا خطای رانندگان را عامل عمده سرعت‌های ناخواسته اعلام کردند که در سال 2009 و 2010 باعث فراخوانی میلیون‌ها اتومبیل تویوتا شد. ری لاهود وزیر حمل و نقل آمریکا می‌گوید که پژوهش‌های گسترده انجام شده نشان می‌دهد که مشکلات اتومبیل‌های تویوتا الکترونیکی نبوده، بلکه عمدتاً بر سر مسائل مکانیکی رخ داده که در فراخوانی‌های گذشته برطرف شد. آقای لاهود افزایش سرعت‌های ناخواسته را ناشی از 2 عامل مکانیکی گیر کردن موکت اتومبیل به پدال گاز و بازگشت آهسته پدال گاز عنوان کرد. او گفت که مهندسان ناسا بیش از 280,000 کدهای خطی کامپیوتری سیستم الکترونیکی اتومبیل‌های تویوتا را بررسی کردند و هیچ گونه عامل الکترونیکی برای سرعت‌های ناخواسته کشف نکردند. وزیر حمل و نقل آمریکا رانندگی با اتومبیل‌های تویوتا را امن و بی‌خطر خواند. شرکت تویوتا نیز پیشتر گفته بود که هیچ گونه نارسایی الکترونیکی در ارتباط با افزایش سرعت‌های ناخواسته در اتومبیل‌های ساخت این کارخانه مشاهده نشده است. تحلیلگران می‌گویند نتایج به دست آمده از پژوهش‌های دولت آمریکا به شرکت تویوتا کمک خواهد کرد تا اعتبار از دست رفته خود را باز یافته و مسائل ایمنی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. شرکت تویوتا بزرگترین سازنده اتومبیل در جهان و خریداران بازار بورس از این خبر به شدت استقبال کردند و روز چهارشنبه 5% بر ارزش سهام این شرکت افزوده شد. کوروش نادری، صدای آمریکا، واشنگتن.